با عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان گرامی خب میزبان مهمان بسیار بسیار عزیزی هستیم که تا لحظات دیگر افتخار اینو خواهیم داشت در خدمت شما باشیم و در مورد کنفرانس هایی که در ماه می قرار به کانادا تشبیران و اجرا کنن صحبت کنیم خب وقتی راجع به کنفرانس ها صحبت میکنیم یک نام در ذهن همه میاد و اون نام هم جز جناب دکتر فرهنگ هلاکویی کسی دیگری نمیتونه باشه با توجه به اینکه سالیان سال افتخار این رو دارم که در طول این 24 سال امسال سال 24 و ما هم اینو به فال نیک میگیریم که 24 و سالیه که میزبان ایشون بودیم البته خیلی از سالها چندین بار در طول سال مثلهماین سال گذشته ای که سپری شد و در امسال هم که دارن تشمیارن خوشبختانه به مونترال کانادا هم خواهند رفت و چند کنفرانس هم اونجا دارن که در طول برنامه براتون به طور کامل توضیح خواهیم داد چه روزهایی و چگونه میتونین شرکت کنید اما همطور که گفتم یک نام یک نامی که بانی انقلاب فرهنگی ایرانیانه درون و برون مرزی وقتی صحبت از آقای دکتر فرهنگ اولاکویی میشه در هر محفلی در هر از هر کسی که سوال میکنید کمتر کسی رو پیدا میکنید که ایشون رو نشناسن و از اثرگذاری و نفوذ کلامشون صحبت نکنن خب با توجه به تحصیلات عالیه که ایشون دارن و تجربه این سالهایی که با مردم به طور مستقیم صحبت میکردن و کنفرانس هاشون طبیعیه که این انسان رو تبدیل میکنه به یک کسی که واقعاً نقش معجزه رو در زندگی خیلی از انسان و ایرانیان داره به گفته خود شما عزیزا و خوشحالیم افتخار داریم که بار دیگه در تورنتو بزرگ میزبانشون باشیم و با توجه به اینکه در طول برنامه روزهای سمینار گفته خواهد شد و چه کنفرانس های از مخام با چه متنی خواهند داشت این بار اجازه بدین که خودشون دونه دونه توضیح بدن مثل همیشه چون خیلی از شما شرکت کننده بار اول خواهین بود و طبیعیه که باید بدونین که کنفرانس ها یه کمی با برنامه های رادیوشون فرق میکنه با توجه به رادیو همراه که دیگه نامی شناخته شده در میان جامعه ایرانی هست و این رو باید دقت بکنین که کنفرانس ها یکمی متفاوت تره برای شرکت کنندگان قدیمی بسیار واضح هست که به همین دلیل هم همیشه شرکت میکنن و تفاوت و بر حال اونچه رو که میخوان نتیجه بگیرن از کنفرانس به قول معروف بر و میرن اجازه بدین که بیشتر از این جناب دکتر رو منتظر نذاریم عرض ادب داشته باشیم خدمتشون و برنامه رو بسپاریم بهشون چون جایی که ایشون هست دیگه واقعا حرف زدن سخت میشه عرض ادب دارم خدمتتون جناب دکتر اولاکویی روی خط هستین همراه دوستانی که مایل هستن در سمینارهای مونترال و تورنتو شما بدونن که چه خواهد شد خوش آمدید بسیار سپاسگزارم باعث خوشحالی و افتخار من هست که هم گفتگویی با شما داشته باشم و هم فرصت تازه‌ای به دست بیاد که در خدمت هموطنان و همزبانان بسیار عزیز و گرامی کانادا و این بار هم تورنتو و هم مونترال در ماه می باشم به جهت همه محبت ها کار و کوششی که در این زمینه شما و بقیه همکارانتون و دوستان عزیز در مونترال کردن از قبل سپاس که همه کارها رو شما انجام میدید و منم این افتخار رو پیدا می کنم که سه کنفرانس در مونترال و سه کنفرانس در تورنتو شما داشته باشم به مدت هر کدام سه ساعت و فرصتی است که در باره موضوعهای مختلفی که به نظر من مورد توجه و علاقه برخی از دوستان هست گفتگویی با این عزیزان داشته باشم البته خوشبختانه فرصت هم اینجا اونجا پیدا میشه قبل و یا در وقت تنفس و یا معمولا در وقت نهاری که همونجا من در خدمت دوستان خواهم بود که بتونیم از نزدیک بیشتر با هم گفتگویی داشته باشیم بله از شما به خاطر همه محبت و لطفتون خانم احمدی و همسر عزیز ارجمندتون شهریار جون سپاسگزارم که شرایط و وضعیت و محیطی رو فراهم میکنید که همه این کارا مانند تمام 24 سال گذشته به خوبی به راحتی به سادگی حداقل از نظر من ولی با مشکلات بسیار برای شما اتفاق افتاده و امیدوارم که این سفر ماه می هم چنین باش بله ممنونم چرمنده میکنین آقای دکتر باعث افتخاره و ما هم بسیار خوشحالیم که شما در این ماه می مجددا تشمیارین و خب با توجه به تماس دوستان مشخص میشه که چقدر علاقه مندن برای حضور در کنفرانساتون اگه اجازه بفرمایین از روزهای که در واقع در کانادا تش خواهید داشت 24 و 25 رو در مونترال خواهیم بود برای اجرای سه و اگر علاقمند هستین که بسیار خوشحال خواهیم شد دوستان که در مونترال هستن همیشه سفر میکردن به تورنتو این بار این شانس رو دارن خیلی سال مونترال تش نبردین این شانس رو دارن با... که شما اونجا خواهیم بود 24 و 25 و جمعه 24 می هفت تا ده شب اعتماد به نفس و حرمت نفس رو اونجا خواهیم داشت در مونترال درسته بله همطور که اشاره فرمودید من در آغاز روز جمعه 24 ماه می در مونترال هستم هفت تا ده شب و درباره موضوع بسیار مهم و اساسی یعنی اعتماد به نفس سلف کانفیدنس ولی مهمتر از اون سلف استیم حرمت نفس سخن خواهم گفت موضوعی که مطالعات نشون میده در دنیای امروز بزرگترین موضوع مسئله و مشکل کشورهای پیشرفته در اروپا در امریکا در کانادا در استرالیا است و این نه تنها شامل حال ما ایرانیان بلکه همه مردم جهان است به همین جهت است که من این گفتگو رو که قبلا در تورنتو داشتم این بار در مونترال خواهم داشت جمعه 24 ماه می از ساعت هفته ده شب و فردای اون روز شنبه ده صبح تا یکی بعد از ظهر کنفرانس عشق ازدواج و خانواده است که گفتگوی من اولا درباره موضوع بسیار ظاهرا ساده ولی پیچیده و به قول حافظ که اش اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها یا به قول مولانا استرلا به اسرار خداست درباره باره سخنگ هم گفت ولی اونجا فرصت کمی برای بحث عشق میمونه و ناچار باید به مسئله ازدواج و خانواده پرداخت پس صبح شنبه 25 ده صبح تا یکی بعد از ظهر در خدمت دوستان در مونترال کنفرانس عشق ازدواج و خانواده است و دو ساعتی فرصت است که نهاری باشه و احتمالا همون اطراف با هم خواهیم بود ساعت سه تا شش بعد از ظهر کنفرانسی از وابستگی تا استقلال و همبستگی from dependency to independency and interdependency همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روان همونطور که از 1973 در دانشگاه تهران که اونجا درس می دادم یعنی 51 سال و این نکته اشاره کردم که دو موضوع و مسئله بسیار مهم و اساسی حتی یه گرفتاری و بیش از گرفتاری بیماری رو ما ایرانیان داریم یکی وابستگی است و دیگری مهرطلبی و به همجد که این گفتگو رو و این سخن رو درباره وابستگی تا به استقلال همبستگی دارم همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی که حالا که فرصتی هست شاید بشه در عالم ذهن و خیال که اساس کار هست بند ناف روانی رو برید بنابراین این سه کنفرانسی است که در کانکوردیا یونیورسیتی من در جمعه 24 و شنبه 25 ماه می خواهم داشت ولی فردای اون روز در خدمت شما در تورنتو خواهم بود و کنفرانس اول من عنوانش هست با خش و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد بله یک شنبه ده صبح دقیقا و موضوع مهم و اصلی و اساسی این است که حال هر وقت که ما در مقابل شرایط و وضعیت یا کسی قرار میگیریم که مانع رسیدن ما به احتیاجاتمونه خواستهامونه هدفهامونه حتی برخی از اوقات آرزوها و امیدهای ما هست به ما حالی دست میده که در دنیای علم به عنوان خشم انگر اون رو میشناسیم اما در مورد این احساس و این هیجان درونی یعنی فیلینگ اند موشنی که بسیار هم در شرایط خاصی ما رو قرار میده ما چهار تا راه داریم یکی این هست که خشممون رو به عصبانیت تبدیل کنیم یعنی از انگر بشه اگریشن و در نتیجه واکنشی تند و شدید در مسیر تنبیه و تحقیر و برخی از اوقات حتی از میان بردن و انتقام گرفتن از دیگران حرکت بود راه دوم این است که اون خشم و فرو بخوریم اون چیزی که معمولا به ما پیشنهاد میکنن ولی میدونیم با فرو خوردن خشم ما خشم رو تبدیل به دشمنی و بعدا به تنفر میکنیم و این تنفر از خود از زندگی و از دیگران میشه و بزرگترین مشکل روانی رو میتونه برای ما به وجود بیاره یعنی آنچه که در طول تاریخ به ما پیشنهاد شده بدترین و خطر راکترین راهند برای خشم سومش ابراز خشمه که مخصوصا در کشورهای پیشرفته مانند کانال